الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد بحث ما این بعد از ظهرها در رابطه با نظام خانواده از نظر اهل بیت و از نظر روایات و آیات می‌خوایم ببینیم این نظام بسیار مهمی که متاسفانه روز به روز داره سست‌تر میشه، آمار طلاقمون بالاتر میره، آمار ازدواجمون متاسفانه، فرزند آوریمون کاهش پیدا میکنه. این نظامی که در اسلام از نشانه های خداست و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، یکی از نشانه های خدا این است که میفرماید برای شما همسر آفریدیم. این خانواده‌ای که در روایات داریم هیچ ساختمانی به اندازه ساختمان خانواده در اسلام پیش خدا محبوب نیست. ما بنی فی الاسلام بنا احب الی الله من التزویج، هیچ بنایی و ساختمانی در اسلام محکمتر و محبوبتر از ساختمان ازدواج نیست. این خانواده ای که ما در اسلام اونقدر بهش اهمیت میدیم که اهمیت داده شده که نصف دین حساب شده و خدمت به خانواده به عنوان یک عبادت و کسی که خدمت به خانواده کنه ثواب شهید براش محسوب شده. خب باید ببینیم نظر آیات و روایات و اهل بیت راجع به این خانواده چیه، باید چیکار کنیم که این خانواده هامون محکم بشه، متزلزل نشه، از هم نپاشه. دیروز یک مورد رو گفتم، اصل محبت، به هم عشق ورزیدن، اعلام دوستی. امروزم یه مورد دیگر رو عرض میکنم، اونم اصل معنویت. خوب گوش بدید، خانواده نیاز به معنویت داره، نیاز به روح عبادت داره. اگر یه خانواده از معنویت یعنی نماز، روزه، دعا، لقمه حلال، رابطه با خدا دور بشه، این خانواده خانواده سستی هست، متزلزلی هست. شما ببینید چقدر تو اسلام تأکید داریم بر این که باید این اصول تو خانواده باشه، خانواده باید نماز و دعا و یاد خدا توش پررنگ باشه، کم رنگ نباشه. حالا من نمونه هاشو خدمت شما عرض خواهم کرد. اول یه آیه قرآن بخوانم خدمت شما عزیزان. قرآن کریم، حالا قبل از اینکه این آیه رو معنا کنم داستانش رو برای شما عرض میکنم. یکی از مسلمانهایی که در مدینه خدمت پیغمبر خدا بود آقاییست به نام مرصد، مرصد با سه نقطه. ایشون یه دختری رو، یه خانمی رو تو مکه میخواست. این خانم مشرک بود، کافر بود، اما این جوان مسلمان بود، مؤمن بود، از اصحاب پیغمبر. خیلی اصرار داشت با این دختر مشرک و کافر ازدواج کنه. خب یه وقتی آمد مکه، رفت خانه این خانم، اون خانم هم بهش اظهار علاقه کرد، گفت حالا تو به پیغمبر بگو درست من کافرم ولی نمیخوایم کار عبادی انجام بدیم، میخوایم ازدواج کنیم، زندگی کنیم، بچه دار بشیم، شاید قبول کنه که تو به عنوان یه مسلمان با منی که یک زن مشرکی هستم ازدواج کن. ایشون اومد خدمت پیغمبر اینو گفت، این آیه نازل شد. خوب دقت کنید، ولا تنکهو المشرکات، پیغمبر به مسلمان ها بگو با زنان مشرک ازدواج نکنند، حتی یؤمن، تا مؤمن بشن، مسلمون بشن. بالاخره یه مسلمون نمیتونه فرزندشو از یه مشرکی به دنیا بیاره.
اثر داره، لقمه، شیر، نطفه. بعد این آیه ادامهش اینه، پیغمبر به این مسلمونا بگو ولعمتون مؤمنه خیر من مشرکه، شما با یک کنیز مؤمن ازدواج کنید بهتر از اینه که با یک زنی که آزاده ولی کافره و مشرک ازدواج کنید. این آیه اعلام کرد ازدواج مسلمان با زنان مشرک و کافر ممنوعه. با اینکه حالا ممکنه شما الان هم مثلا کسی که چه اشکال داره، ما زنمه، نه، مادر بچه‌ت، میخوای زندگی کنی، رو اخلاق تو اثر داره. خیلی اسلام اهمیت داده به این که تو خانواده در واقع معنویت باید باشه. چرا میگه وقتی ازدواج میکنی شما دعا کن، نماز بخوان، وقتی میخوای فرزنددار بشی این دعا رو بخوان، با وضو باش، این بسم الله رو بگو، این ذکر، اینا همه دلیل بر این است که تو اسلام نفس ارتباط با خانواده مطرح نیست، معنویت هم مهمه، این کلیدی ترین اصله. من این حدیث رو برای شما بخونم، حالا انشالله که همه این حدیث در همه شما باشه. رسول خدا که چند روزی بیشتر به سال روز شهادتشون نمونده، فرمودن اگر خداوند 5 چیز به شما بده، خیر دنیا و آخرت به شما داده. عرض کردم انشالله هم 5 تاش تو زندگی همه تون باش. من اعطیه لهو 5 لم یکن لهو عذر فی ترک عمل الاخره. اگر کسی 5 نعمت تو زندگیش باشه، این دیگه عذری نداره در ترک عمل برای آخرت. یعنی این دیگه باید عبادت کنه، بندگی خدا کنه، گله نکنه دیگه. نه اینکه اگه نداشتم گله کنه، ولی اگر این 5 تا تو زندگی هر کدومتون هست، خیلی خدا رو شکر کنید، خیلی. حالا من 5 تاشو عرض میکنم. 1 زوجتون صالحتون تعینه علی امر دنیا، یه زن صالحی که او رو کمک کنه در امر دنیا و آخرته و آخرت. همسر صالح، زن صالحه، مؤمنه، بد حجاب نباشه، فاسد نباشه، بد دهان نباشه، بی نماز نباشه، نعمتیه. زوجتون صالحتون تعینه علی امر دنیا و آخرت. اولین نعمتی که اگر خدا به کسی داد باید خیلی خدا رو شاکر باشه، یه همسر صالح، زوجه صالح هست که در دین و دنیا آدم رو کمک کنه. 2 بنون ابرار، فرزندان نیک، اولادی که نور چشم آدم باشه، باعث افتخار آدم باشه. 3 معیشه فی بلدهی، شغلی تو شهر خودش، این نخواد شهرستان بره بیکار باشه، در به در باشه. اینا یه کسی داشته، ببینید چقدر قشنگ چیده، همسر صالح، فرزند نیکو، شغل توی شهر خودش. حسن و خلق یداری بهی الناس، خوش اخلاقی، خوش اخلاقی که بتونه با مردم دعوا نکنه، خوش برخورد باشه، خوش کلام باشه، خوش بیان باشه. و 5 حب اهل بیتی، محبت اهل بیت علیهم السلام. این 5 نعمت اگر در کسی باشه، این دیگه آخرت و دنیاش کامله. که یکیش همسر صالح هست. شما ببینید مادران ائمه ما هر کسی نبودن. 7 از امامای ما مادرشون عرب نیستند، هر کدوم مال یک منطقیه. خود وجود مقدس امام سجاد که به اون حسب اونی که مشهوره مادرشون شهربانو اهل ایرانن، بعد حالا امام باقر علیه السلام مادرشون فاطمه دختر امام حسنه، امام صادق همینطور ام فروس، ایشون مال مدینه است. اما از امام کاظم، پدر بزرگوار این آقا امام رضا، تا امام زمان تقریبا همه این اماما مادرشون غیر عربه. امام کاظم علیه السلام مادرشون حمیده خاتون عرب نیست. وجود مقدس امام رضا مادرشون نجم خاتون عرب نیست. نه، هر کدوم بعضی مال روم بودن، بعضی مال
نوبه بودن، مال افریقا بودن، بعضی ها مال کشورهای دیگه بودن. مادر امام جواد خیزران، ایشون هم همینطور عرب نیست. مادر امام هادی علیه السلام سمان خاتون همینطور. مادر امام عسکری علیه السلام سبیکه همینطور. مادر امام زمان نرجس خاتون، حالا اسمشون هم عرض کردیم خدمت شما. از امام کاظم تا امام زمان مادران ائمه غیر عربن، حالا اسمشون هم عرض کردم. ببینید، و اینا هر کسی نمیتونستن باشن. مثلا امام جواد دختر معمونم زنشه، ام فضل، اما از اون اولاد نداره. یا بعضی دیگر از ائمه ما همسران دیگه هم داشتن، اما اون کسی که مادر امام قرار میگیره باید ویژه باشه. خیلی نقش مادر مهمه. ولذا آقایان عزیز، خواهران گرامی، یکی از عواملی که باعث قوام خانواده است، باعث استواری خانواده است، باعث استحکام خانواده است، همین مسئله معنویت توی خانه است که بسیار اصل مهم و کلیدی است. شما ببینید چرا حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی نماز میخونن، امام حسن بچه بود، تماشا میکرد نماز مادر رو، که خودش میگه دیدم تا عمود صبح مادرم دعا میکرد به همسایه ها. چرا وقتی امام حسن و امام حسین مریض میشن، دو تا بچه تب میکنن، حضرت زهرا و امیرالمومنین و خانوادهشون روزه نذر میکنن، سه روز روزه میگیرن، نانشون رو به مسکین و یتیم و اسیر میدن تا اینا شفا پیدا کنن. برای مریض، شفای مریضی، دو تا بچه روزه میگیره. اینا معنویت دیگه. چرا هر شب حضرت زهرا امام حسن علیه السلام رو میفرستاد مسجد، میفرمود برو سخنرانی پیغمبر رو گوش بده، مادر جان بیا برای من نقل کن، که در واقع این باعث میشد امام حسن هر شب مسجد بره، پا سخنرانی بره، حافظش قوی بشه، بیانش قوی بشه، روی گفتارش زیاد بشه، قدرت بیان پیدا کنه. اینا شما تو زندگی، عصر جمعه که میشد، چرا حضرت زهرا بچه ها رو جمع میکرد، میفهمود من دعا میکنم شما آمین بگید. الان متاسفانه، حالا همین شمایی که اینجا نشستید، خیلی از ماها گله‌مندیم از بچه هامون دیگه، راجب نمازشون، راجب عبادتشون. دلیلش هم اینه که یه مقدارش خودمون هم توجه نمی کنیم. هرچی اینا تو زندگی کم رنگ تر بشه، معنویت تو زندگی کم رنگ تر بشه، آسیب زندگی بیشتر میشه. من نمیگم تو زندگی نمازخونه و روزه بگیرا طلاق و اختلاف و درگیری نیستا، نه. شما نگید ما یکی هم میشناسیم مؤمنن بد اخلاقه، نه، من اونو کاری ندارم، کلی دارم عرض میکنم. معنویت باعث امید توی خانه است، معنویت باعث آرامش توی خانه است. خانه ای که توش این امور باشه، باعث میشه بعد این خونه استوار باشه، محکم باشه. شما ملاحظه بفرمایید، روایت داریم، وجود مقدس، این روایت رو از کتاب قرب الاسناد من نقل بکنم. این کتاب یه کتاب بسیار قدیمی است، مال تقریبا شاید بیشتر 1100 سال پیشه، جناب همیری نقل میکند. خیلی روایت عجیبی است. میگوید وجود مقدس امام صادق هر روز این چهار تا دعا رو میکردن. حالا من دعاشو برای شما عرض میکنم. رب اصلح لی نفسی، چهار تا اصله، اصله یعنی اصلاح کن دیگه. رب اصلح لی نفسی، حالا ادامهش هم میخونم، اصلح لی ذریتی، اصلح لی اهل بیتی، اصلح لی جماعت اخوانی، اخوتی و اخوات. البته حالا بقیهش هم میگم، شما اگه همش هم یاد نگیرید، اولاش یاد بگیرید. چهار تا اصله. اصلح لی نفسی، خدای خودمو اصلاح کن. اصلح لی ذریتی، زن و بچه‌مو اصلاح کن، خانواده‌مو، یعنی بچه‌هامو، فرزندانمو. اصلح لی اهل بیتی، خانواده، پدر، مادر، همسر. اصلح لی جماعت اخوتی، برادران و خواهرانم. این کلمه اصلح مال قرآنه. حالا من آیه‌ش هم بهتون یاد میدم.
که مستحب، یعنی این آیه رو بخونید گاهی ثواب داره، روایت سفارش شده، سوره احقاف آیه 15 اونجا دارد اصلح لی ذریتی، این از اونجا گرفته شده. مرتب دعا میکرد. اصلا امام سجاد یه دعا دارد در حق پدر و مادر، یه دعا دارد در حق اولاد. شما نگاه کنید در صحیفه سجادیه که یکی از کتابهای بسیار ارزشمند ماست، از امام سجاد علیه السلام به ما رسیده، دعای 24 صحیفه سجادیه و دعای 25، 54 تا دعا داره دیگه. یکیش در مورد اولاد، یکیش در مورد پدر و مادر. معنویت بحث ما عزیزانی که دیر رسیدید در این موضوع، چه کار کنیم خانواده هامون قوام داشته باشه، محکم باشه، اصلها و اصول و اون عواملی که باعث میشه خانواده ها از هم نپاشه، دچار تزلزل نشه. دیروز یکیشو گفتیم، اصل محبت، به هم عشق ورزیدن، اظهار دوستی کردن. امروز هم این اصل رو داریم درز میکنیم، اصل معنویت. وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودن، این روایت رو دقت بفرمایید، فرمودن چقدر خوب است که زنی از مردی از خواب برخیزد، نماز بخواند. من عبارتش بخونم، رحم الله رجلا قام من اللیل فصلا، خدا رحمت کنه اون کسی که بلند میشه شب صبح نماز میخوانه تو خانه، ثم ایقظ اهله فصلوا، بعد خانوادهش هم بیدار میکنه به نماز بپردازن. ببینید قرآن کریم میفرماید به پیغمبر گرامی اسلام، و در آیات دیگه هم داریم، وامر اهلک بالصلات واستبر علیها، به خانوادت بگو به نماز بپردازن. حالا خیلی خانواده ها گله میکنن، میگن ما حریف بچه ها نمیشیم، گوش نمیدن. البته باید با زبان خوش، با تقاضا، رگ خوابشون رو پیدا کنید، آثار نماز براشون بگید، یه جوری بگید زده نشن از نماز. ولی نسبت به نماز، روزه، حجاب، لقمه حلال، در یک کلمه معنویت، نباید توی خانه انسان بیتوجه باشه. برای اینکه خانه ای که توش معنویت نباشه، خانه ای که توش دین نباشه، خانه ای که توش اخلاق نباشه، خب اینها دچار تزلزل میشه. چرا تو روایات داریم وقتی خواستگاری برای دخترتون میاد، اول دینشو ببینید و اخلاقشو، این دوتا ملاکه. اذا جاءکم، خیلی الان تو متاسفانه ازدواج ها خیلی چیزا رو ملاک قرار میدن، خونه رو، ماشین رو، زندگی رو، اما رسما هم میان پیش ما بعضیا میگن خیلی خواستگار ما خوبه فلان، فقط نماز نمیخونه. بابا این خیلی عیبه. قرآن کریم میفرماید اگر کسی اهل نماز بود، سد در مقابل فحشا و منکر داره. مثل اینکه شما بگی کسی خیلی آدم خوبیه، بهداشتیه، ولی حمام نمیره هیچ وقت. چه بهداشتیه؟ کسی که هیچ وقت حمام نمیره، لباسش تمیز نمیکنه، خیلی اهمیت به بهداشت میده، ولی هیچ وقت صورتشو نمیشوره. نماز شستشوی روحه. اصلا جسمی که حمام نره، لباس عوض نکنه، کثیف میشه. روحی که با نماز شستشو داده نشه، دچار کدورت میشه، دچار به هم ریختگی میشه. لذا اینا رو به عنوان اساس نگاه کنید. چرا رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، بعد از ازدواج امیرالمومنین علیه السلام و زهرای مرضیه سلام الله علیها، خب هر روز تا مدت ها می اومدن در خونه اینها فریاد می زدن الصلات یا اهل البیت، الصلاه، نماز، نماز. خب یه دلیلی دارد این خانواده که خودشون اهل نمازن همشون. اما چرا پیغمبر تأکید میکرد؟ چرا شبی که حضرت زهرا سلام الله علیها وارد خانه امیر المومنین شد، اول حرفی که زد این بود نسلی فی هذه اللیله، امشب نماز یادمون نره. ما چقدر تو عروسیامون نمازه، چقدر تو ازدواجامون.
خب اینها مهمه. حالا من خصوص نماز عرض میکنم، روزه، دعا، قرآن، معنویت، همه ایناست. شما ببینید یکی از ویژگی های نهضت کربلا، من همینو برای شما بگم گفت کافیه، یکی از ویژگی های نهضت کربلا که شاید کمتر کسی با این نگاه به کربلا پرداخته، مسئله معنویت توی کربلاست. شما دعا، نماز، قرآن، وجود مقدس امام حسین از مدینه که حرکت میکنه آیه قرآن میخونه. چرا؟ حالا فکر کردید؟ من یه وقت دیدم یه آقای جمع‌آوری کرده بود حدود 120 آیه قرآن که امام حسین از مدینه تا کربلا خوانده. از مدینه که شب حرکت کرد این آیه رو خوند، فخرج منها خائفا یترقب، رسید به مکه این آیه رو خوند، فلما توجه تلقاء مدین، کربلا رسید قرآن خوند، صبح عاشورا انا لله و انا الیه راجعون، هر شهیدی که میره میدان آقا قرآن میخوند، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی فمنهم من قضا نهبه و منهم من ينتظر، پشت سر علی اکبر قرآن خوند، ان الله اصطفى آدم و نوحا، وقتی عرض میکنم سرش بالای نیزه در کوفه بود شنیدن قرآن میخونه، ام حسبت ان اصحاب الكهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. چرا؟ تا حالا فکر کردید چرا امام حسین از مکه و مدینه اومد بیرون؟ قرآن تو مکه رسید، قرآن کربلا، قرآن کنار شهید، قرآن پشت سر علی اکبر، قرآن سرش بالای نیزه، قرآن تو مجلس یزید سرش مقابل اون نانجیب، قرآن شنیده میشد. این آیه و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون، شب عاشورا بلند بلند تو زرزمین کربلا قرآن میخوند. که یکی از اصحاب میگه اونقدر امام این آیه رو تکرار کرد که دشمنم شنید، شمرم شنید. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم. چرا شب عاشورا اصلا شما امام حسین برای چی مهلت گرفت؟ برای چهار تا چیز، قرآن و نماز و استغفار و یاد خدا. معنویت تو کربلا یکیش همین قرآنه، یکیش ذکره. روز عاشورا امام حسین این ذکر رو خیلی میگفت، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صبح عاشورا از خیمه که بیرون آمد یه نگاهی به آسمان کرد، دعا کرد، اللهم انت ثقتی فی کل حال، خدای امید من توی. از روی اسب رو زمین آمد این جمله رو گفت، بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. آقایون، خواهرها، کربلا رو یک کسی با این عینک نگاه کنه، عینک دعا، عینک قرآن، عینک ذکر. امام حسین روی انگشترش که باش دستش بود و می جنگید، حالا همین انگشتر رو از دست در آوردن یا انگشتر دیگری نمیدانم، ولی روی انگشترش نوشته بود حسبی الله. حسبی الله یعنی خدا ما رو کافیست، خدا همه چیزه. خب اینی که شما می‌بینید این همه مصیبت روز عاشورا دیده اما آرام بوده، این همه مصیبت دیده اما هیچگاه گله نکرده، دلیلش معنویته. ما تو جنگ معنویت می‌خوایم، تو خانواده معنویت می‌خوایم. ببین ما دو تا بُعد داریم، ما انسانیم، حیوانات یه بُعد دارن، بُعد مادی. یه حیوان می‌خوره و می‌آشامه و قرایز جنسیشو اتفا میکنه و یه کاری هم میکنه. بینی و بین الله اگر یه انسان همین سه چهار تا رو انجام بده، یعنی کار بکنه خوب، غذا هم بخوره خوب، خواب هم بکنه خوب، روابط جنسی و خانوادگی هم داشته باشه خوب، گشت و گذار هم بکنه، این چه فرق میکنه با یه حیوان؟ تازه اون بعضی از حیوانات اینا رو بیشتر هم بیشتر میخورن، هم بیشتر میخوابن، هم بیشتر کار میکنن. انسان دو بُعد داره. فرق ما با سایر موجودات اینه ما یه چیزی به نام عقل داریم، وجدان داریم، فطرت داریم. انسان بدون معنویت، از همه شما عذر میخوام، حیوانی بیش نیست. تازه با یه فرق، فرقش اینه که حالا اون حیوان دیگه جنایت نمیکنه، فوقش میخوره و میخوابه و کار خودشو انجام بده، اما انسان اگر
فقط شد مادیت میشه یه آدمی مثل حجاج جنایت هم میکنه، مثل صدام جنایت هم میکنه. پس ما دو تا بُعد داریم، مادی و معنوی. بله غذا نیاز داریم، آب نیاز داریم، تفریح نیاز داریم، اما زیارت هم نیاز داریم، نماز هم نیاز داریم، دعا هم نیاز داریم، گفتگوی با خدا هم نیاز داریم. اصلا به شما الان بگم ببینید چرا تو دنیا غربی ها الان رو آوردن به معنویت های کاذب، همین عرفان هایی که درست میکنن، البته اونا غلطه، همین افرادی که جمع میشن الان فرقه ها درست میکنن، تو ایران هست، جاهای دیگه هست. ببینید چون بشر نیاز به معنویت داره، اونا از این حس بشر سوء استفاده میکنن. مثل اینکه شما کی میتونی به بچه پستونک بدی؟ وقتی میل به شیر داره. اگه بچه لبش مک زدن سینه نباشه، شما نمیدونی کلا سرش بذاری پستونک بهش بدی. این چون حس مکیدن سینه مادر داره، شما به جای سینه پلاستیک دهانش میذاری. آدم چون میل به معنویت داره، اینا میان یه چیزای دیگه جاش به آدم میدن، همین چیزایی که شما الان میبینید متاسفانه بعضی از این جوانهای ما رو به انحراف کشیده. خیلی حواستون جمع باشه عزیزان. من دیروزم گفتم این تا پایان این ماه انشاءالله ما عصرها اینجا منبر داریم، بحثمونم بحث عوامل محکم بودن خانواده است، عوامل استحکام خانواده. دیروز یکیشو گفتیم، اصل محبت. میخواییم خانواده ها به هم مهربان محکم باشن، باید به هم عشق بورزیم، محبت بگیم، هدیه برا هم بگیرن، تقدیر از هم بکنن، از هم گذشت کنن، خطا همو نادیده بگیرن. اصل دومی که امروز عرض کردیم باعث محکم شدن نظام خانواده، کاهش طلاق، افزایش در واقع خانواده های خوب، پیوستگی خانواده. ما الان خانواده هامون سه جورن: پیوسته یا موفق، گسسته یا نیمه موفق، گسیخته یا ناموفق. ما الان سه جور خانواده داریم: موفق، نیمه موفق، ناموفق. بعضی موفقن، الحمدلله، زن شوهر خوب، مؤمن، مهربان، بچه های خوب، الحمدلله، انشالله همه اینطوری باشه. این لتسکن و الیه هاست، باعث آرامش. اما بعضی خانواده ها نیمه موفقن، همش دعوا دارن، درگیری دارن، قهر میکنن، با هم تو خونه آرامش ندارن. بعضی هم که ناموفقن، ناموفق میشه خانواده های طلاق. متاسفانه این سومیه داره تو جامعه زیاد میشه. الان آمار طلاق ما از هر 3-4 تا ازدواج یه طلاقه. خدا کنه تو این ستایی که عرض کردم همه اولی باشیم، خانواده های موفق، نه نیمه موفق و نه ناموفق. خانواده حرف اول و آخر رو میزنه تو جامعه. جامعه از خانواده تشکیل میشه، اولین نهاد اجتماعی خانواده است. همینجا دعا میکنیم انشاءالله خداوند اونایی که ازدواج کردن دلهاشون رو به هم گرم کنه، انشاءالله زمینه ازدواج همه دختر و پسرهامون هم فراهم بشه، انشاءالله یه روزی برسد که آمار طلاق تو کشور ما به صفر برسه انشاءالله. خب اجازه بدید یه سلام دیگه امروز از کنار قبر امام رضا ولی نعمتمون به ابا عبدالله عرض کنیم: السلام علیک یا ابا عبدالله. هر کجا نشستید، خیلی از این عزیزانی که اینجا هستن اربعین کربلا بودن برگشتن، خیلی هم نتونستن، دلشون اونجا بود، اما هر کجا هستید این دلها رو روانه کنید. یه سلامی عرض کنم و جلسه رو واگذار کنم: السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. هر کجا نشستید کنار حرم امام رضا، آقایی که خیلی به جد قریبش امام حسین عنایت داشت، دستارو با ادب رو سینه بگذاریم: السلام علی الحسین و علی
علی ابن الحسین و علا اولاد حسین و علا اصحاب سلام ما به خاک کربلای تو. خیلی ها امسال نتونستن اربعین بیان آقا، حالا حرم امام رضا اومدن یاد شما میکنن. سلام ما به خاک کربلای تو، سلام ما به صحن و بارگاه تو، سلام ما به زینب و سکینت، سلام ما به تل زینبیت آقا جانم، سلام ما به نام دل ربای تو، سلام ما به آخرین وداع تو آقا جانم، سلام ما به جسم پاره پارت، سلام ما به طفل شیر خارت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خدایا تو رو قسمت میدیم به آبروی اهل بیت در ظهور آقامون تعجیل بفرما. بیمارانمون، مخصوصا بیمارانی که اینجا اومدن خانواده هاشون التماس دعا گفتن، بیماران بعد حال کرونایی، لباس عافیت بپوشان. خدایا این ویروس رو از دنیا، مخصوصا از کشور ما ریشه‌کن بگردان. جوانهامون رو از خطرات حفظ کن، همشون اهل نماز و دین قرار بده، ازدواج و اشتغالشون رو فراهم کن. کشور ما، نظام ما، رهبر عظیم و شأنمون محافظت بنما. خدایا باران رحمتت رو بر این مردم نازل بگردان. این خشک سالی رو امسال از این کشور ریشه‌کن بفرما. به آبروی امام زمان آبروی ما رو حفظ کن. به نبی و آله صلوات الهی.